نگار واحد مرکزی خبر از مجلس شورای اسلامی صبح امروز قانون تنظیم خانواده به منظور پیشگیری از رشد ناموزون جمعیت به تصویب مجلس رسید. در قانون تنظیم خانواده سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای کنترل جمعیت پیش‌بینی شده است. طبق این قانون کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله مندی پیش‌بینی شده است بعد از فرزند سوم قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود. نکن میزنی سر اون نمیشکنی دوباره. ای خدا دست نمال اونا رو الان شستم. ای خدا تو رو ورداره. بی برو کمشو دنبال زندگی، برو دنبال درس مشقت. خدا مردم بچه دارن، منم بچه دارم. نگاه کن کجا برم از دست اینا. ای خدا من نبیرم تقصیر برم. ای زلید مرده، ای بزخاله. آه تقصیر من چه؟ تقصیر خودشون بود. مگه آقاد نیاد اینا تو فلا من نمیدم. میدم ببرد و دست مراد چوپون شی. همین بعد گوسفند بچه‌ی شما. نه درسی نه مشقی، یک سره دارن آتیش می‌زنن جون من میگیرن. هیچ معلوم هست تو کجایی غمبر؟ رفتی بعد بخری یا وز بکاری؟ نمیگی من با این ستا خیر ندیده چیکار کنم از صبح؟ بدبختی تو را پنچر کردم. احمد برام بیان بریم بانت خالی کنیم. خدا مردم بچه دارن، منم بچه دارم. نگاه کن بیا برو بز مجه. رو زمین جات نیست؟ مثل خروس رفتی بالا درخت، بیا پایین ببینم. خون به جیگر من کردن. اگر بدونی از صبح چه آتیش سوزوندن. بچه همینه دیگه، اون سومی از همشون بدتره. والا که همشون مثل بیا پایین. یکی از یکی تخستر. اون سومی از همه بدتره. نبود راحت‌تر بودیم. از اساس شر این بچه. دیگه اینطور هم نه که غنبر. دشمنش نباشه زبونت گاز بده. والا به خدا نباید درستش میکردی. خودمون هم بی ملاحظه ایم دیگه. باید جلوشو بگیر. ناشکری نکن غنبر، خدا رو خوش نمیاد. ناشکری چیه؟ همون دو تا کافی بود. برداشتیم خودمون رو بدبخت کردیم، مملکت رو دوچار بحران و بدبختی کردیم. دوچار چه کار کردیم؟ دوچار بحران و بدبختی. حرفا میزنی؟ والا به خدا یه وقتی دید دوباره باز از دستمون در رفت، یکی دیگه اومد. بیچاره ایم سنم، بیچاره ایم. خوبه این حرفا رو نزن قنبر، من هنوز دختر ندارم. دختر میخوای برای چی دیگه؟ والا به خدا بنده خدا پس فردا سرمون گذاشتیم مردیم، اقل کم یه گریه کن داشته باشیم. دختر دلسوز پدر مادرشه، وگرنه این ستا که توف هم به گور ما نمیزن. من 100 سال سیاه بعد از اینکه مردم گریه کن نمیخوام. اصلا گریه کن اون موقع به چه دردی میخوره برای من گریه کنه؟ بچه بیاریم مملکت رو دوچار هزار جور بدبختی و بحران کنیم، خب که چی؟ خدا رو خوش میاد. بیا فهم ببینم، بیا فهم. چی شد آقای دکتر؟ مشکلی نیست، میتونیم انجامش بدیم. خب بسم الله. نمیخوای بیشتر روش فکر کنی؟ رو چی فکر کنم؟ با زنت مشورت کردی؟ مشورت؟ آره دیگه، خب زنت باید موافق باشه، شاید بچه بخواد. نه نمیخواد. اون از دست این ستا هم که داریم آسیه، همش داد و فریادش به آسمونه. یعنی اونم توافق داره؟ بله داره. آره داره. نه داره. داره. همیشه به من میگه هر چی تو میگی درست میگی. سنگامونو وا کردیم، صحبتامونو کردیم، شما وقتو ادا نده. به من بره. چقدر طول میکشه آقای دکتر؟ طولی نمیکشه. خدا باشه. دریاشم برات. همینه دیگه، وقتی صبح تا شب دیوار صافه میگیرین میریم بالا، لباس براتون سالم نمیمونه که. بینو بپوش. خوب شد. آفرین کلا. برو خوبه. برو. نکن بهرام اون گلدون میفته رو پات قلم میشه. آه چه شیرینی. سلام بابا، سلامت کن. مامان کجاست؟ اینجا. بهتون میدم. آهای آهای. کجایی؟ باشه باشه، برای شما هم هست. بذار اول مادرتون. اجازه بده. خب میده. تو شیرینی ندیدی تا حالا نه؟ اول مادرتون. آب افتاد بده رسوا کرد. بیا برای شیرینی آب افتاد. اول اینا رو بده. خونه دلشون آب افتاد که. بده بهشون. بیا شیرینیتون رو بردارین برین. بردارین. ما رو کچل کردین. بردارین برین. برین. برو نبینم اتون. بیا عزیزم. بیا سنم برای شیرینی آوردم. شیرینی چی هست؟ بخور دهنتو شیرین کن اول. وامل گرفتی خب. نه. بخور دهنتو شیرین کن. ها. زمین پاینده رو خریدی از اکبر آقا به قیمت. بخور دهنتو شیرین کن. بهت میگم دیگه. الان بگو چی اگر اون بره پایین. این شیرینی. شیرینی یه چیز دیگه است. من رفتم یه کاری. آقا یکی دیگه برام بده. ای ماشاءالله. ای بابا. بیا برداری بریم. بیا. دوتا آره تحتقاری اضافی، دوتا شیرینی هم برمیداره اضافی. بودا بینم، بریم تو کوچه بازی کنیم. بریم ببینم.
چی دیدی منو من گرفتی آوردی؟ خجالت نمیکشی این خدا تو رو به زمین گرم بزنه؟ عقل نداری، شعور نداری، برای چی سر خود رفتی خودت زدی ناقص کردی مرد؟ تو زن نداری، زندگی نداری، آدم میره خودش میده دست دکتری تو. زن چرا حالیت نیست؟ به نفع خودمونه. تو غلط کردی به نفع خودمونه. تو بیجا کردی به نفع خودمونه. یکم به فکر مملکتت باش. یکم چیه ملی داشته باش. چی میگن؟ تو تنها آدمی هستی که من میگم به فکر مملکتش نیست. ببند دهنته. همین تو فقط میفهمی مملکت چیه. داروغه شده برای من. سنم جان. زنو. رفت به من بیا تا درست کن. هر غلطی دلت خواست هم تو سر خود باید بری بکنی. من آدم نیستم. نباید به من بگی. خودم داره مرگ بده. مگه نگفتم بریم تو کوچه بازی کنی؟ ها؟ دشمن میخواهد به ما بگوید نمیتوانید. ما باید بلند فریاد بزنیم که جوانان ملت ایران ما میتوانیم. رئیس جمهور تأکید کرد که اجرای شعار دو بچه کافی است، به این معناست که 40 سال بعد دیگر نامی از ملت ایران باقی نماند. آقای احمدی نژاد همچنین گفت کسی نمیتواند مردم را وادار به چیزی کند. مردم میخواهند بچه دار شوند. عده‌ای با میگم این حرف آقای رئیس جمهور خیلی قیمتیه ها. خیلی حرف مهمی میزنه. کدوم یکیش؟ همین که میگه ما میتوانیم. ما اشتباه کردیم. چی؟ میگم ما اشتباه کردیم. چه اشتباهی کردیم؟ همین که زدیم خودمون رو ناکار کردیم بچه دار نشیم. آخه این کار بود ما کردیم. من بی خودی قاطی نکن، کار خودت بود. یه کار پا شد رفت دکتر خودش داد ناقص کردن، حالا میگه ما. من چی کار بودم اینجا؟ خیلی خوب باشه. من اشتباه کردم. همیشه همینطوری. عقلت که کار نمیکنه درست. یهو میزنی یه کاری دست خودت میدی. بیا. نمیخوام. کاش پر و پام چکسته بود اون روز نرفته بودم دکتر. بس که عتیقه بخورم. نه حالا چی میشد؟ ما الان یه دختری داشتیم دور برمون میپلکید. شیرین بودا. کمک دست من بدبختم میشد دست به دامن یه غریبه نمیشدم بیاد پیشم بمونه. پسرا که ولمون کردن رفتن تهران و سال تا سالم که سر بهمون نمیزنن و باز وفای دختر. میگن گریه کنه پدر مادرشه. آره به خدا همینش مهمه. گریه کن. یعنی چی میشد ما الان صاحبی یه بچه بودیم؟ ها؟ وای تو هم عقلت پست میاد. چرا مگه حرف بدی زدم؟ سر پیری مرکه گیری؟ زنگول پاتابوت میخوای مردم بهمون میخندن. بی خود میکنم مسخره کنم. مگه تو چند سالته؟ اه. ننه گلپر تا قبل از اینکه بمیره سال یه بچه میذاری. فکر آبرزیت اصلا نمیکنی. ما الان وقت بچه دار شدنمونه غمبر؟ مردم به ریشه گیس سفیدمون نمیخندن؟ جلو در همسایه سکه یه پول نمیشیم؟ تو بچه بزرگ داری، عروس داری، خجالت برای چی خجالت بکشم؟ به کسی چه ربطی داره؟ واسه کر بزن واسه گورم برقص. هر چی میگم حرف خودشه میزنه. مرد تو رفتی 20 سال پیش خودت ناقص کردی، الان از من بچه میخوای؟ اگه یه بچه داشتیم چه خوب میشد. هم برای ما خوب بود، هم برای پیشرفت مملکت. تو نمیخواد فکر پیشرفت مملکت کنی. که ما حالا با این سر ریختمون بچه دارم میشه. خدا مرگ منه بده. شکم من این طور رسوامش همون بهتر بچه همون نمیشه. ولی آقای رئیس جمهور میگه ما میتوانیم. یعنی میتوانیم به خدا جمعیتتون نمیرسه حاجی. استان 1 میلیون جمعیت میخواد. آقا آخرین جمعیت چقدر شد تو این سرشماری؟ نه دیگه اذیت نکن. اجازه بده یه قرار بذاریم حاجی. به جای اینکه اینجا احساسات به خرج بدی قرار بذاریم. بالاخره قانون 1 میلیون جمعیت میخواد. که قرار بذاریم با هم. شما جمعیت رو تحویل بدید، ما و استان تحویل شما میدیم. مخلص شما هستی. قبول؟ قرار رو قبول داری؟ 1 میلیون جمعیت با هم استان. فکراتو کردی آقا من؟ بله آقای دکتر. ایشالله که دست شما خیره، ما هم صاحب بچه بشیم. ما همه تلاشمونو میکنیم، ایشالله که نتیجه بده. من فقط یه ذره نگران سن و سال تمام هم برم. نگران نباش آقای دکتر، من رفتم پرسوچو کردم. همونقدر که یه جوون 30 ساله میتونه بچه دار بشه، یه مرد سندار مثل منم میتونه بچه دار بشه. من مرد دهاتم، شهری زپرتی نیستم. ما میتوانیم آقای دکتر. با همسرت مشورت کردی؟ راضیه؟ زنم؟ سنم؟ خدا راضی، رئیس جمهور مملکت راضی، زنم ناراضی؟ اون از من بیشتر پی بچه است.
چپ میره راست میره میگه من گریه کن. خب پس با من بیا. معقوله بیا این پوست سیبا رو بده جلوی حیونا. صفیه هم صدا کن بیاد دست تنهای ما. خب شاسی چابوت هم بیاد بشین کمک کن. بودو چشم. مقبوله بیا این از دست من بگیر. مقبوله بیا. سیدم بخیر. سلامت باشی جان. جور است؟ جور جور چه جورم جور است. سلام عرض کردیم سنم خانم. علیک السلام. احوالت چطوره؟ دماغت چاقه ایشالله؟ هیچ معلوم هست 10-15 روزه کجا ول کردی رفتی؟ گفتم که میرم پیش اسدالله ساریخو. گفتی نگفتی 10-15 روز طول میکشه. زمین پایین داره برای چی فروختی بیخبر؟ خب اسدالله پول لازم داشت فروختم بهش پول بدم. به من چرا نگفتی؟ و به تو میگفتم که میگفتی نفروش دیگه، غیر اینه؟ مقبوله بیا سر این توری رو بگیر. حالا چطوره؟ دکتری تو؟ شوهرت که هست. بیا امانشو بگیر. بخیر آمدی. سلامت باشی. این توری؟ ها چی زل زدی منه نگاه میکنی؟ هیچی بابا هیچ. هیچی ببین چی برات خریدم. مبارکه. من خواستم کسی چیزی برای من بخره؟ من برای دل خودم خریدم، به کسی ربطی نداره که. نگاه چی هست؟ تلاس. تلاس خانم من دری دری یه گردنه مشالله. خدا جان خدا جان. اینه چند خریدی؟ اینه 500,000 تومان. با خدا بدله. سر خودت تشیره به مال بگی. بدله. خیلی معذرت میخوام یعنی میخوای بگی من دروغ میگم؟ به جان عزیزت بیا بیا اینم فاکتورش بفرما. فاکتور بدله. حالا تو هم ترشی نخوری بعدی نیست سلیقت. جان میگم ترشی نخوری سلیقت خوبه. ولی خب انگشتای خوشگل تو این انگشت رو قشنگ کرده. موبایلت زنگ خورد. موبایلت. پس چرا من نشنیدم؟ زنگ خورد. شوهرت لابود. برو ببین کیه. شهامت جان است. برو. مبارک باشه. چرا وایسادین دست به کار شی؟ سلام علیکم. سلام بفرما. حال خوبه مرضیه؟ بشین. استراحت کن. حال شما خوبه؟ باش خواهیم سلامت باشیم. حال چطوره؟ خیلی خوش آمدیم. قدم نورسیدن مبارک باشه. سلامت باشی. خوش آمدی همه جان. سلامت باشی. بیار ببینم اون شازه پسره. مرضیه جان بیار بچه ره. حالت خوبه؟ بهتری؟ خدا رو شوید. الان بهترم. رنگ و رود که خوبه. شما خوبی؟ خوبی. سلامت باشی. ماشاءالله. هزار ماشاءالله. هزار الله اکبر. هزار ماشاءالله. اینه بچه زهرا.
چقدر زشته این بچه. نگو همه قشنگ بچه همه نگو. آقاش کشیده. عیب نداره حالا بزرگ بشه همین این یک قیافه ای برای تو بگیره. کجاست باباش؟ صداش کنیم بیاد کارش بیرونه. سعید رو بکو بیاد. صداش کنیم. آقا سعید بیا. ولی ماشالله آرومه نه؟ آره خدا رو شکر اذیت نمی کنم. بله از اون گفتین تو گوشه این بچه؟ بله بابام تو گوشش از اون گفته. اسم چی؟ اسم انتخاب کردین براش؟ تنم گفته صبر کنین تا همسنم بیاد اسمشو انتخاب کنه. واه نو ما این بچه رو به دل کشیده، من اسمشو بذارم؟ خودش باید اسم انتخاب کنه. زودتر یه اسم بذاریم برای این بچه، درست نیست اینطوری. چش بود پیکارت. الهی که زیر سایه پدر مادر خوشبخت باشه، سلامت باشه. قابل زحمت کشیده. خیلی ممنونم بجان. دست درد نکنه. نوشی جانمه. مرضیه چه خبر؟ گریه چرا میکنی دختر؟ تو همش 4-5 سال عروسی کردی، خدا تو رو بچه میده. من میدونم دکتر میری؟ دوا درمی میکنی؟ چی میگه دکتر؟ دکتر هم میگه هیچی، بچه دار میشه سب. میگم که ولی پرو خوبا توکل به خدا. ببین یه وقت میبینی از این اصاب مصاب و اینا میشه ها، یه وقت دوا درمونه تو اصابم که خیلی خرابه. همه خب همین نه دیگه، هرس جوش نباید بخوری تو، توکلت به خدا. من خیلی برام دعا میکنم الهی که تو دامادی این بچه رو بگیر. سلامت باش. نه کار خیلی داره. دست در نکنه. سلامت باشی. بفرمایید. خوش آمد. بفرمایید. خدا حافظ. برو بیا بریم قنبر. حالا چه عجله میموندیم یا چی میخوردیم؟ دوره هم بودیم که بیا. این چه کاریه من نمیفهمم؟ خودت انداختی واسط. صد بار تو نگفتم مرد باید سنگین رنگین باشه؟ نگاه سنده سالت کن خجالت بکش. خود جشن بچه دنیا آوردن، همه خوشحالن. مثل ما نیستن که حسرت بچه داشته باشیم. گریه کن که نداریم، لااقل شادی کنیم. اگر من میفهمیدم این فکر بچه ره آخر عمری کی انداخت تو سر تو؟ خوب بچه خوب چیزیه. خجالت هم خوب چیزیه. میگم خوبه مام بچه دار بشین سنما. به خدا برو بشم. برو بچه دارش. برو. خب من تنها که میتونم. الحمدلله که زدی خودت ناقص کردی من راحت. آخر عمریه. عقب چی میگردی خبرت؟ گوشیمو جا گذاشتم ایداد. بس شنگولی، بس سر به هوایی. برو بردا بیار گوشیره. برو خونه من برم گوشی رو بردارم. برو تو را گرد نخورد تو چنگو. سلام همه سنم. علیک سلام. چه خبرتی شهر بانو باز دوباره لشکر کش رو انداختی؟ والا اینا هر روز تو دربون، من یه روز که من میخوام برم بازار دنبال سرم را میفتن. این گله مراد. راستش اومدم شیر بگیرم. پسر بزرگت بفرست دبرم بیاره، میگم مقبوله برای شیر بریزه ببر. دست در نکنه. با آقا قنبر سلام برسون. بایست ببینم تو رای مورایی که نداری دیگه ها؟ خاک بر سرم، خدا نکنه بسمونه. با غضنفر شرط بی کردیم دیگه، از این غلط ها نکنی. تو غضنفر از همون اولی شرط بی کرده بودین دیگه از این غلط ها نکنین. این الان چندمیه؟ با این آخری ها هشتمی. خسته نباشی ماشالله. میگم یه زنگ تفریح چیزی. نه دیگه خود این زنگ تفریحه. خوبه نمیخواد سخنرانی کنی حالا. برو پسرت بفرست بیا شیر بگیره. خداحافظ. بریم بچه ها. بیا. خداحافظ. مامان. ساکه زد دیگه. کجا موندی مرد؟ گفتین مشکلتون چیه؟ حالت تهوعی مدت خیلی دیگه هی من اذیت کرده. هر روز درد میگیره دلم و وقت یه جوری درد میگیره میپیچه تو خودش، جونم میخواد برسه دم دهنم. دیگه رفتم پیش دکتر، دکتر گفتش که آپانتیس داری. گفتم آقای دکتر آپانتیس دیگه چیزی نیست، هر کسی داشته باشه دیگه. من گور دارم که کفن داشته، آپانتیس هم کجا. خب حالت تهوع هم دارین؟ بله این دلم هم باد کرده خیلی زیاد. چند سالتونه مادر جان؟ شما خانم اگر میتونی درد منه در مکن، سن و سال منه چه کار دارید؟ مبارکتون باشه. شما باردارین. چی؟
بگه تو حال خودم باشم منو چند تاشم. نه دکترشون دکتره، نه پرستارشون پرستاره، نه درمونگاهشون درمونگاهه. آخه هیچیشون به آدمی زاد نمیبره. خب ببندین در این خراب شدن مردم، اینطور بدبخت نکنین. ننه همه جا شکمدار است. شکمدار هست؟ نگفتم این حرف نزن؟ بزنم تو دهنت؟ میگم دلم درد میکنه، میگه مادر شما بارداری. این الان کدومشه چیه؟ مادرتون بارداره. این عکس طفلک هست شکم ننه احمد جان. مردشون این آبایشو ببرن. هی میگم من نمیشه. شوهر من که اصلا هیچی، این که چیزی توش پیدا نیست که مقبوله. یه اینه داد دست من، مادر شما چهار ماهته. معلوم هستی که فکر کنم این دستکی شده اینجا. این دستکی شد. سرش کجاست؟ ای سرش هست. سرش اینه. شبیه کیه؟ جمع کنین قنبر، جمع کنین این بساط مسخره بازی رو، هیچ حوصله ندارم. ننه احمد جان میگم تو از این زنایی هستی که تا سه چهار ماهگی هیچ معلوم نیست که شکم داری. نمیگم دهنتو ببند قنبر. های قنبر تصدقه جانده، همین الان منو برمیداری میبری تهران که بیمارستان حسابی نکنه مرضی گرفتم من. سنم سنم ای بیا برو، بیا برو یه چای بذار، بیا برو 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 برو. میگم سنم برو تو، برو تو. چیه باز؟ برو تو. مرد که من اینطور بی آبرو میکنه، این چه کاری بود آخر عمری به سر من آوردی؟ چرا هر غلطی میخوای هم تو سر خود میری میکنی؟ آخه من جواب بچه های تو رو چی بدم؟ جواب عروسات چی بدم؟ نمیگن این ننه بابای ما آخر عمری چه خاکی بود به سر خودشون کردن؟ من انگوش نمای در همسایه کردی، خدا الهی ازت نگذره اینطور بلا به سر من بیاری. سنم جان خجالت نکش. بچه که به دنیا اومد این تیغه رو بده بهش، با این نشانه من میفهمم اون بچه یه منی. ما میتوانی بده من اون چیه دسته دختر؟ جوشنده اسفند است. بلا ملا سرش نیاری یه دفعه. تو من دق ندی هیچ بلایی سر من نمیاد. بلا اینه که تمومی هم نداره. بده من. نه جان دل رودیت به هم نخوره خدای نکرده. دیگه از این بدتر میشه. بده من. اون باید هول کنه تا بچت بیافتی. حرف زدنشه. جوشونده موشونده رو ولش کن. یه نفر باید ناغافل اینو مثل جن مثل رو بترسونه بچه بیفته. این میخواد من دق بده لال نمیشه. بترسه باشا ببینم. باشا قنبر اقلا یه دونه بذارم این امو قنبر دق دلم خالی بشه. آنم جان بده من اینه. بده من بترسی. ای الاهلی زقوم بذار خودم بذار بذار پایین سنم جان پاره یک سر کنم این تو که منه نکش میگه چاره شدی من مقنبه بذار برم چی شده چه اتفاقی افتاده جلو نیا نه نه یعنی من میخوایم بپرم بپرم مگه کلاخو که بپرم یعنی تو نمیدونی من چرا میخوام خودم از این بالا پرت کنم پایین لابد بازیت گرفتم آی بی بی آره بالا بلندی گرفتی خدا اگه این مرد این چیزا رو میفهمید که حال روز من الان این نبود میخوام خودم از شر این مایه آبروریزی خلاص کنم برو کنار بذار کارم کنم میخوای تفرکش رو بندازم آره سنم خانم سنم بدبختی هرچی میکشم از دست تو میکشم برو کنار او بالا که بپری معلوم نیست حالا بچه بیفته ولی پات میشکنه اون وقت باید بندازی گردنت سنم خانم گفت سعی از ننه یما جان دور از جان دست و پات میشکنه دیگه راهم رفته نمیتوانیم نمیتوانیم ما میتوانیم اصلا سنم عزیز اتفاقا این سند توانایی ماست نباید قایمش کنیم باید خودمون کرده خو ای دست ای دست ای دست مرد شروع توانایی ته ببره مرد شروع توانایی ته ببره ای لال بمیری اینه اینا چه اینه
رفتی برای من. سیسمون ای خدا ای خدا رفته سیسمونی خریده برای من خونده شده نیستن تو ببرن. من جواب داداش حشمت همه چی بدم بگم آخر عمره این چی آخره؟ خود تو مگه گریه کن نمیخواستی؟ پس چه تا حالا؟ ایشالله دختره برات گریه میکنه. خدا جان دور از جانش میخواد من دق بده. ای مادر کاش من پس نمینداختی بیفتم زیر دست این خولی. میگم سنم جان بیا بریم دکتر. دکتر برای چمه؟ بریم ببینیم این بچه پسر یا دختره. اگه پسر بود بگیم ما گریه کن میخوایم دخترش کنیم. امروز روز انقدر علم پیشرفت کرده هر چی تو بخوای سفارش میدیم. به خدا ای من داغ تو رو ببینم. ننه عمد ای من سوب تو رو ببینم. یالا ایجا چه خبره باز؟ ای بابا شما دوباره دعوا گرفتید؟ نه دعوا چیه؟ زن و شوهر دعوا کنن ابله. ای خمبر یه چی میگن خاموشی رواست مثلا. هیچ معلوم از شما داری چی کار میکنید؟ از سن و سالتون خجالت نمیکشید؟ پسر بزرگ دارید، عروس دارید، بس کنید دیگه. جلو در همسایه زشته، الان باید به فکر نوه و نتیجه باشید شما. شما که بزرگ ای دو اطرافی در شما بعیده، زشته، قباحت داره به خدا. مردم چی میگن؟ قمبر بله سر به سر این نظر دیگه. ما هر دفعه اومدیم تو این خونه یه قشقرقی به پا بود. خیر سر اومدم بگم دارم میرم ماموریت نیستم. شوخی میکنم. چرا متوجه نیستی؟ به سلامت. گلگلی ترسیدم. چی شد؟ زن دست بردار از این بچه انداختن. خدا رو خوش نمیاد. بفرما الان نزدیک بود من جونم رو از دست بدم. امروز اصل داشتم بر میگشتم موتوری از پشت زد به من. خدا به من رحم کرد. اصلا خدا انگار داره این کارا رو میکنه. گوشمالی میده ما رو که گناه نکنیم. رضا بده به رضای خدا. کاری که شده عزیز من سنم بابا. نه احمد جان خب همون قنبر سعی است. این طفلک معصوم که گناهی نکرده. چهار ماهش که گذشته کسی نفهمیده. بقیهش اومد خونه بیرون نرو. میگم رفته خونه اولادای تهران. آب خدا. اصلا ما میگیم بچه که دنیا اومد این بچه رو از یه جای دیگه آوردیم پیش خودمون بزرگ کنیم که از تنهایی در بیایم. مثل این. من؟ یه چه که پسم اوقعا من؟ من طفل هستم؟ اصلا سنم جان میتونیم بگیم یکی گذاشته پشت در. ما رفتیم میبینیم یه تف پشت دره. ورش داشتیم بزرگش داری میکنیم به کسی که چی؟ ای گف سعی است. بسیار چالاک هستی همون قنبر. بیا برو یه قرص مسکنی کدنی چیزی بیار من سرم داره سوت میکشه. باشه من این بچه رو نمیدازم ولی اگر کسی بفهمه من حامله شدم اول خودم رو میکشم بعد شما رو میکشم بعد این بچه رو. باش هرچی تو بگی. هرچی تو بگی سنم. این چند ماه میگذره ها اون وقت من میدونم ما تو خب؟ چشم. دست نزن که بگو بره میدم. آبستن بشی چه کار میکنی کمه؟ نه سنم های سنم ببین چی پیدا کردم. خدا مرگ منه بده. بذار زمینونه. مرد اینقدر بی ملاحظه. صد بار اینو گفتم این چند روزم زبون بده هم بگیر تموم شه بره پی کارش. این دمپایی رو بده من. این دمپایی رو بده. میخوای چیکار ننه عمر؟ میخوای اونجا نمیمونه که بده من. عین نکن. خسته نباشی. حشمت. به آقا حشمت گل کم پیدایی نیستی کجایی تو؟ ماموریت بودم تازه اومدم. آبجی سنم چطوره؟ خوبه؟ اونم حالش خوبه الحمدلله. حالش بهتره. بهتره؟ مگه بد بوده که بهتره؟ عمو قمر. نه منظورم اینه که حالش خوبه الحمدلله. خیلی خوب سلام برسون. سلامت باشی. بفرما بیا تو. نه باید بریم. سلام برسی. حالا می اومدی تو یه چایی می خوردی. چی؟ میگم بیا تو یه چای بهت بدم.
چایی میچسبه قمبا میای؟ آره میام بدبخت شد اشمت داری میاد تو من تو رو میکشم به 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 آقای شوری آقا قمبا حالت خوبه آقای سنم سلام علیکم کجایی؟ بیا رو تخت بشین یه چایی مقبوله یه چایی بیا بیا آفتاب رو بشین بیا اینجا خوبی آبجی؟ و تو رخت خواب چی کار میکنی؟ نه این رخت خواب نیم من یکم کار کرده بودم خسته شده بودم اینه کشیدم روم دراز کشیدم مطمئنی؟ صورتت هم ورم داره؟ نه ورم چی؟ نه حالش خوبه طورش نیست این وقتی میگه حالش خوبه من بیشتر نگران میشم نه داداش جان نگران برای چی؟ الحمدلله صحیح و سالمم من الهی شکر ولی من فکر میکنم اینجا یه خبریه که دارین هم من پنهان میکنین چی شده آبجی چه خبره؟ نه راستش نخواستم بگم گفتم ناراحت میشی از این ویروس جدیدا هست اینا که سرماخوردگی از اونا گرفتم دور از جونت بعد این انداختم روم که باد داری آخه باد میگه باد این یه خورده عاشق کلم بود خورده کلم برم داره باداور دیگه مقبوله چاییم آمد سلام علیکم یا الله سلام علیکم یا الله بفرما داداش بست شما درده چایی تو بخور و چی خدا مرگ منه هیچی مال توه؟ نه این مال پسر همسایه است اومده بودن حال سنم بپرسن ببین حالش چطوره جا گذاشت دیدی اون دفعه حالش بد بوده که اومدن حالشو بپرسن دیگه این یه چی میگه بابا این صفیه یک سره با نوش اینجا پلاس اون مال اون بچه هست مطمئن باشم حالت خوبه؟ آره الحمدلله حالش بهتره نگران نم خاطر جمع بابا یعنی حالش بد بوده حالش بهتر شده دیگه قمبر یه دقیقه هیچی نگو تو هیچی نیست داداش جان خوبم آدم بچه بزرگ میکنه که اصلای دستش باشه بعد ول میکنن میرن شهر خب اونا هم بابا گرفتاری های خودشونو دارن اتفاقا پریشب باز زنگ زده بودن حال مادرشونو داشتن میپرسیدن اونا هم زنگ زدن حال مادرشونو بپرسن پس حال مادرشون یه چیزی هست که همه زنگ میزنن دیگه چی شده آبجی چه خبره آخه تو پر بادی ای بابا حشمت تو هم این باد گرفتی ول نمیکنی هی میگم توریم نیست ای حرف خودت میزنی تو هم زبون بدهم بگیر من آره خوبه بابا خوبه تو حرف نزن قمبر ای قمبر چشم الو بهرام داییم علیک السلام شما هیچ از مادرتون خبر دارین؟ هیچ حالشو میپرسین؟ شما سه تا برادر اصلا یادتون هستش که یه پدر مادرم دارین؟ این پیرزن و پیرمرد رو ول کردین رفتین تهران یه سرم بهشون نمیزنین یه حالی هم ازشون نمیپرسین مقبوله اینه هم بزن تنگیره باشه اینه نیم ساعت دیگه خواهد باشه وقتشه؟ وقتشه؟ ها؟ نه الان نه الان نه ولی امشب دیگه من باید از شهر دیگه خلاص شم گفه نزن ننه یا احمد جان خدا را خوش نمیاید لباسای تا بپوش همراه عمو قمر داریم شفاخانه شفاخانه چه کنیم ما اوه خب تیفلک را باید دکتر دنیا بیاره دیگه لازم نکرده دادار دور کنیم آبرو خودمونه ببریم که دیگه خودم همه کاراشو تو خونه میکنم احمد من تو همین اتاق دنیا آورد خب شفاخانه باشه بهتر است یه وقت حالت بد نشه نه هیچ خدای نکرده بلای سر تیفلک نیاد خب هیچ بلای سر این بلا سرش نمیاد این بمیره من راحت شم از دست این سنم جان بمیره که من راحت شم از دست این خدایا خودت کمکش کن این بچه دستن از خدای من قمبر چه کار میکنی؟ دارم برای چونهو دعا میکنم این بچه دستن هاست همه سردار مرداراش رو کشتن خودش تنهایی داره میجنگه براش نذر کردم ایشالله که برنده میشه نوبری بخونم اون دفعه هم من نذر کردم برنده شد حالا بذاریم چی میشه بزن پس پشتت داره میاد اون ای پیون اسبا که زیر پای شماست قمبر پاشو در واکن پاشو در واکن ببین کیه مقبوله که نه آشپزخونه منم که نمیتونم بلنشن در واکن ببین کیه پشت در چی؟ میگم پاشو در واکن ببین کیه داره کیه
آه بیا تو. اول کی بود؟ ها؟ در برای کی وا کردی؟ کی؟ میگم در برای کی وا کردی قنبر؟ در چیز بچه ها. بچه ها کیه؟ بچه ها دیگه، بهرام و احمد و پیمان و زن بچه باشه. آی خدا مرگ منه بده. قنبر ول کنو بی صابون داره پاشو. ننه احمد جان بچه هایت آمدن قنبر و زنهایشان. آی خدا مرگ منه بده خاک بر سر شدی. بلند شو بلند شو قنبر. بچه ها آمدن. بچه ها آمدن برای چی آمدن؟ بد شد که مقبوله. برو بگو نیستن داخل حیات هستن. دارن میان. در ما نکن اصلا. تو در ما کردی. در ما کردی. الان خب بیا برو یه پتوی بنداز شکمش پیدا نباشه. بیا برو دیرتر برسن. بیا برو سر رو گرم کن دیرتر برسن. همشه بنداز. باشه 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 باشه. همشه بنداز رو من. حالا چرا اینقدر پتو انداختی رو خودت؟ اینجوری بهتر تب میکنی. آره تب میکنه. نه لرز دارم. بعد اینا رو میندازم رو بهتره. این دکتر گفت این واگیره ها دور و بر من نیاین. دپرم نیاین. وقت نگیر. خب مادر من چرا بهمون نگفتی مریضی؟ راست میگه شما ما رو خبر نمی‌کنی. اون وقت دایی حشمت فهم می‌کنه ما بیخیالیم. شما رو ول کردیم رفتیم دنبال کار زندگی خودمون. چه کار کنم مادر؟ یعنی برای سرماخوردگی و یه کمردرد شما رو زابرا کنم؟ نمیشه که. خودتون کم گرفتاری دارین؟ یعنی مامان یکم واقعا صورتت عوض شده. آره تغییر که این بندی چیزی ننداخت. من؟ آره مامان جون شبیه زنه حامله شدی. راست میگه مامان. خاک بر سرم. ای بابا زهره منظورش این بود که شبیه زنای حامله شدی. این مقبوله قرار نبود بره کابل. این اگر بره که دو روزه بابات من دق داده. این عصا دست منه کجا بره؟ خب شوهرش نمیگه بیا سر خونه زندگی؟ شوهرش که نیست عراق کار میکنه. یه گاهی میاد یه سر. چی شد؟ حالت خوبه؟ این درد منه میگیره. بل... دکتر گفت این ویروس جدیده اینجوریه. این حالا تا دوا هم اثر کنه خوب میشمش. داره یواش یواش شالله بات جمع کن بابا. دست درد نکنه بابا. آجون چایی خب عروسای گلم خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. اون دفعه که اومدید گفتم دفعه بعد میاین باید بچه به بغل بیاین. خبری هست؟ بچه میخواید چیکار؟ نیست؟ وای بابا جون. آقا جون دلت خوشه مگه مشغله کاری میزه؟ بابا ما هنوز مهر سند ازدواجمون خوش نشد. معذرت میخوام معذرت میخوام. این چه مهر ازدواجیه بعد 8 سال هنوز خیسه. ای بابا آقا جون بذار زندگیمون رو بکنیم. بچه میخوایم چیکار؟ حوصله‌شو نداریم. اه یه جوری میگه حوصله‌مون نمیشه انگار 10 تا بچه بزرگ کرده دیگه حوصله‌اش نمیشه. آقا جون پیمانو زنش بدین به جای هممون براتون بچه میاره. بچه‌م خیلی دوست داره. بچه دوست دارم کوچولو کوچولو باله. زن میخوام چیکار؟ چرا بابا آدم هلو رو میخوره به خاطر حسش. اصلا مگه میشه بدون زن بچه دارشی؟ خب شاید بشه. حالا کم فکر کن. شما نوبر این همتون به خدا. با خدا هرچی این آقاتون انداخته شما جف جف برداشتید. مقبوله؟ مقبوله. بیا من کمک بده. من میام کمک مامان جون. حالا کجا میخوای بری؟ مقبوله بیا. بیا بیا بیا. سر بعدم میترسم که نه 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 اینه. اینه چیکار کنم؟ میترسم شما مواظب باش زن. میترسم بگیری. یه وقت این واگیره. آره مواظب باش مواظب باش. مواظب باش. سنما الهی من قربونت برم. دردت به جونم سنما. دردت به جونم. شما دیگه نیای. دردت به جونم. ولی اصلا حالش خوب نیست. قیافش هم خیلی تغییر کرده. بوتاکس کرده. اینجاش. نه بابا دیگه حالا ورم. زهره جان. بیا. بیا برو کارتو بکن بخواب. بیا. دارم نظرمو میگم. ورم کرده میگم. بوتاکس کرده. سنم جان. سنم جان. من آقا هلو همینجا 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 سش میشه نکن سش میشه نکن کن روشن نه من چه مادر کنانم قابله بود بسیار چیز ها پیش دستش یاد گرفتم آب گرم کن روشن آب گرم داره همه چی تیار هست ای نگاه کن کل چیز ها ماده هست نگاه کن چه بیخیم خب بل کن نه همه جان بده بل کن نگاه کن نگاه کن خمبر دیگه
سخت داره چکه میکنه. نگاه برام برو سرم ببینه. ای خدا من مرگ بده. قنبر حق نداری بخوابی وقتی من اینطور دارم جون میکنم درد میکشم. بلنش قنبر. های قنبر بلنش. چیه؟ میگم حق نداری بخوابی وقتی من اینطور درد میکشم. بچه دنیا اومد پسر یا دختره؟ تو بیار پایین. همه عالم اخبر کردی. ای الهی هرچی سر من میاد سر تو. یعنی منم بزام نمیشه که سر من. اگه دختر باشه اسمشو میذارم آفرین. اگر پسر بود چه؟ پسر خدایا. آه ماشاءالله ماشاءالله همون آفرینه. اما مرد ای خدا من سر همین زا ببر نباشم از دست این انقدر هرس. چی بود؟ فکر کنم یکی داد میزد. داداش صدا گریه بچه بود. بچه همسایه است. خدا خدا بلش به من. این وجبیه. خدایا چقدر درشت و هیکلیه مثل تو سنم. یک دختره که قندولکم. گریه نکن گریه نکن. سنمم دست درد نکنه عزیزم. برام گریه کنم. ننه احمد جان. ننه احمد جان باید طفل خودتا شیر بدی. بیشون ندارم دارم میمیرم. بابا بیا 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 بیا. ای بابا قربونت. بیا مقبوله. بیا بیا این بچه رو بگیر. بیا بیا اینو بگیر. مقبوله که بیا بابا بابا شیر دو بخ. بیا بیا بابا گریه نکن. داداشات الان اینجا میفهمم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. شد چه خبره؟ آقا جون داره اذان میگه نه؟ یه صبح شده ساعت چنده؟ نه ولی از قدیم هر کی تو ده بچه دار میشه آقا جون میره رو بوم اذان میگه. ای داد و بیداد قنبر من چه کار کنم؟ بحبه چه شیری آوردن. اینجا رو خالی کن. بیا بیا آقا جون دیشب چه خبر بود اینجا؟ همه صبح هی صدا. شما رفته بودی بالا پشتم داشتی اذان میگفتی. آره یکی بچهش به دنیا آمده بود. به سلامتی آقا جون. کی بچه دار شد؟ نمیدونم معمولا شهربانو. من صدای گریه رو شنیدم رفتم پشت بوم. اگه واقعا دیشب من صدای جیغ یه زن رو شنیدیم همین نزدیکی. صدای ناله زاو بود. من از یک کیلومتر تشخیص میدم. نه فکر نکنم آه. عروسه گلم بابا جون من پرستارم. راز میگه دیگه. پس شما چرا رفتی از اون گفتی؟ حتما باید این گیسای تو بلند باشه. گیسو دختری مگه تو؟ تو بخند تو بخند. از تو یاد گرفته که موهاشو بلند میذاره. تو بونه میخورم آقا جون. کوف بخوری. مقبوله این آب کریخ رو سرم. اصلا این استخونای من سبک شد. آخه والا بلند شو بلند شو تفرکه تا سیل کن. ببین چه خوب خوابیده. مستده داری تو هم یک سیلی بکن برش خو. مقبوله دلم یه های حالی شد. خواستم بچه رو بغل بگیرم. بغلش میکنی؟ بسیار هم بغلش میکنی. صبر داشته باش.
صبح بخیر. صبح شما بخیر. صبح بخیر مامان. خوش کردی امروز مامان. حالا چطوره؟ الحمدلله. خدا رو شکر. شما رو میبینم خوبم. بفرمایید. آخه دیشب حالت خیلی بد بود. دیگه دیشب بود، یه الان خوب شدم. شما رو میبینم بهترم الحمدلله. خدا رو شکر. مامان جون قیافتون شبیه زنه تازه فارغ شده میمونه. اول اون چای رو بده من. چره بخور، چره. چی نزدیک بسیار نکنم. بیش کمک رو مقام بیم. بیا. محمد چای. بله، چاقو بخور زمان. بیم اونو چاقو رو بخور. چره بخور. بلند بگو چی میخوای تا من بهت بدم سنم. نه چیز این قرص امره. قرص من از مقبوله بگیر برای من بیار. قرص میان دیگه. قرص میخواد. بشین من خودم. تو که نمیدونی کدوم قرص میخوام. آقات میدونه. بشین صبونت بخور. اول بگو دیگه اینقدر پنتامیک بازی علکی در میاری. قرص هیچی. این گوشش دیگه کلن سنگین شده آقا تو. یک کلمه میخوام بگم یک ساعت بعد پانتومیت کنم. بخور شیرت بخور. بخور تا داغه اون شیرت بخور. خمیره خیلی خوشه. خود پختی؟ خمیره میپزن ماشالله. بخورین بخورین جون بگیرین. تهرون که این چیزا پیدا نمیشه. خدا جان خدا جان. نگاه سنم. اون دیگه چیه؟ بچه هست. تو سبد گذاشته بودن. سبد در در گذاشته بودن. بچه تو اونه. ای وای. بیا ببین. نوری این بوده. این بچه رو گذاشته جلو در. این در خونه ما اونه. این بچه دیشبی هست بکنه. یمون نکنه. چقدر مقبول از نام خدا. من داخل حیات بودم یک صدای از پشت در شنیدم. بده من. بده من بعد. یه دقیقه ماما یا بابا یه دقیقه. کلشه بکن. بهرام نگاه. خیلی عزیزم. میخوای نگرش داری برای خوده؟ مشکلی شد. صاحب نداری که. نامه نشونه چیزی نیست تو سبد باشه. میبینم. بدش من یه دقیقه. بده بچه رو بغل کنم من. بذاری تموم دمه دست صاحبش میبینی برای. قدم خوشگله. ولی یه چیز اینجا مشکوکه. چه مشکوکی با بچه هست دیگه مشکوک. بالاخره من پرستار بخش زنانم. زن حامله و زاو ببینم از دور تشخیص میدم. یه چرخ بزنم تو کوچه میفهمم که فارغ شده که باردار شده. بابا جون واقعا قضیه این بچه چیه؟ از کجا آوردینش؟ قضیه چی؟ قضیه ای نداره دیگه. دم در بود. من امین الان برش داشتم آوردم. والا ما دیشب صدای بچه شنیدیم، صدای جیغ زن زاو شنیدیم. تینا چی میخوای بگی؟ وا خب بابات رفت بالا اعظم گفت دیشب. راست میگه. آره دیگه منم شنیدم دیگه بهت گفتم. آقا گلم یعنی الان میخوای بگی مشکوکه یعنی چی؟ میخوای بگی بلا نسبت معذرت میخوام من این بچه رو دزدیدم یا دور از جون معذرت میخوام من این بچه رو زاییدم. من قول این بچه رو تو سر کار دارم. یه چیزی بده من بچه رو قبول. نه بیا تا بهت نشون بدم. حالا بکن. من دزدم. من بچه زاییدم. بیا ای داده بر من. بیا آقا جون. نه بیا احمد بیا. پیمان تو هم بیا میگی بابا همش دروغ میگه. بیا عروسه آقا جون من که حرفی نزدم به شما. چیزی نگفتم. مشکوکه من دکتر داستان درست کردی. بیا من داشتم وسط حیات رد میشدم. مقبوله تو هم بیا. بیا این سبده بگیر مقبوله. بیا من داشتم از حیات رد میشدم. نه سبده بده من. سبده بده من. تعریف میکنه. سبده بده من. من داشتم از حیات رد میشدم یه دفعه دیدم مقبوله میگه اما قنبر یه صدایی میگه یک صدا شنیدم یه صدا شد منم از بیرون دیدم یکی منو صدا کرد گفتم خدایا چه سیف الله شب و روز قاطی میکنه دیدین دیگه و گفتم شاید هم بچه های شربانو باشن اومدن ماسی شیری حالا نمیخواد تو نمایش اجرا کنی در وا کن بچه رو بیار تو من در وا کردم یه دفعه دیدم خدا یه بچه جلو داره آقا جون نیست بچه نیست خدا به سر شوهر بچه رو بردن ولی یه بچه اینجا بود اون موقع زود به راه رفتن افتاد دیگه آقا جون باد آورده رو باد میبره دیگه بچه باده باد چیه خدا مرگ منه بده مقبوله برو این بچه چی شد بچه بلای
سر بچه نایمده باشه. نه قید که نمیشه. خب نیست که پیدا میشه، الان پیدا میشه. کی بود بچه؟ بچه مادرم، شما هم باید حرص همه چیو بخوری. ما بچه مردم به ما چه ربطی داره؟ بچه مردم به ما ربط نداره. بچه مردم طفل معصوم نیست. چه چیزی میگه؟ ایشای مادر بچه عجب حالی داره. همین هدایتش نکردم نه نعمت. انگار آب شده رفته تو زمین. خدایا تو منو میکشی آخر سر. نه تو منو میگه منو نکش. ول کن این حرفاره. من دارم فکر میکنم سگی شغال یه چیزی بچه رو نبرده باشه. چه میزنی آخه آقا جون؟ بچه مثل شنکش بالا سر مادرت بسادی. برو بچه رو پیدا کن. برو دنبالش، برو پیداش کن. بلایی سر بچه مردم نیاد یه وقت. بچه مردم ای وای مقبوله. بچه رفت دیگه. اما مثلاً چیه پریشونی؟ اینجا چیزی نمیشه گذاشت. دستم بند بود، سبد گذاشتم رفتم تو، اومدم بیرون دیدم بردنش. من دیدم سعی سیبیل برداشت. اما این من نرفت، این من رفت. از سک تو رو بنز. دیشب خواب دیدم خدا یه بچه به هم داد، یه دختر شیرین. اسمش هم گذاشتم شیرین. ننه برام دعا کن خوابم تعبیر بشه. برات دعا میکنم دخترم. که خسته شدم به خدا. خدا حاجتت میده ایشالام دخترم. خسته نخور. ننه هاجر، چرا تو تاریکی نشستی؟ پاشو بیا بیرون. نمیدونم برق اینجا کی وصل میشه. هم مام زدن بدونه برق میشه. سلام برسید. سلام خودت، هرچی سلام. بچه رو چیکار کردی ها؟ کدومی بچه؟ من که بچه ای ندیدم. برای من مسخره بازی در نیا. سبد رو چیکار کردی ها؟ راستش ترسیدم سبد رو گذاشتم جلو در مسجد. جان لش آدم هر چیزی که جلو دستش اومد که بر نمیداره که. آی سیف الله همو غنبر کجا این برق اینجا یه حساس کته؟ ببینم بچه کجاست. بچه؟ یه سبد که بچه توش بود ندیدی؟ سبد بعد عمو قمر برق اینجا قطعه. حواستو جمع کن درست ببین چی دارم میگم. یه سبد که بچه توش بود ندیدی؟ نه به خدا من سبد ندیدم، به خدا بچه ندیدم. عمو قمر برق اینجا رو درست کن. عمو قمر سلام. عمو قمر مرسی که قدم نورسیده مبارک باشه. سلامت باشی عمو. قربونش برم به ما هم بچه دار. بچه تو ما نفهمیدیم زیر جلکی. خواهر احسان از تو پرورشگاه شیراز پیداش کرده. ما قراره بزرگش کنیم. آه به سلامتی. دختره پسره؟ عمو قمر از اولم دختر دوست داشتم. به احسان سلام برسون. شما هم سلام برسونیم به همه. سلام. قمر کو بچه؟ بچه؟ هرچی گشتم نیست که نیست. آب شده رفته تو زمین. آخه مرد من از دست تو چه کار کنم؟ چرا بچه رو بردی گذاشتی پشت در؟ صحنه سازی. خب تو میمیری صحنه سازی نکنی. آه شما هم گیر میدی ها، ولش کنی. آخه اون بدبختی که بچهش میاره میذاره پشت در خونه ما لابد بر امید این کاره میکنه. فکر کرده ما آدمیم، امانت میفهمیم. بچه رفت مادر من، تموم شد. ببین لعنته، خودم میرم پیداش میکنم. هیچ کدومتون ارزه نداری. چادر منو بده. سنم جا. یا الله. سلام آبجی. سلام داداش جان. خوبی آبجی؟ الحمدلله. به به چه عجب، چه عجب. بسمت جان حالا سلام. خوبی قمبر؟ به به گفتین یه گاوی، گوسفندی، شتری. سلام. سلام دایی. سلام دایی.
چطوری دایی؟ سلام دایی. سلام دایی. سلام سیم زبشی. خوب این پدر مادرتون رو ول کردین رفتین تهرون. یه حالی هم ازشون نمیپرسیم. خب دایی الان اومدیم حالشون رو بپرسیم دیگه. رحمت میشه. عجیبه. اون وظیفه است. سلام دایی. سلام دخترم. کم گرفتار نیستین دایی. شما فکر کردین فقط شما شهریا گرفتارین؟ بنده ای گوشی رو. اینا بچه بزرگ نکردن که برن پی گرفتاریاشون. ما ایشالله یه دختر میاریم از تنهایی در. آره تو بخند. سر پیری و معرکه گیری؟ این چه حرفیه میزنی قنبر؟ گفتم دوره هم هستیم بخندیم. شما نمیخواد سخنرانی کنی، کسی نمیخواد. این حرفت گریه داشت. بچه رو اینا باید بیارن. اوی فرفری. زنگ میزنم جان. تو چرا زن نمیگیری؟ زن؟ زن؟ خب دایی زنم بگیرم پس فردا میخوای بیای بگی بچت کو. من حوصله ندارم. من نمیدونم شما چرا بچه فراری هستین. شما که ماشاءالله امکانات دارین، پول دارین، تحصیلات دارین، خونه دارین، ماشین دارین. وقتشو نداریم دایی. و حوصله‌ش. آه دقیقاً. از این پدر پیرتون خجالت بکشین که تو این سن و سال میخواد زنگوله پا تابوت بیاره، بعدن شما میگین حوصله نداری. اون وقت مرضیه و اون شوهر بیچارش هرچی دوا درمون کردن افاقه نکرد، رفتن از شیراز بچه آوردن دارن بزرگ میکنن سنم. بفرما. شیراز؟ سلی داشتن. تو مرضیه رو کجا دیدی؟ الان دیدمش تو کوچه داشت میرفت خونه، بچه‌ش هم دستش بود. بچه آوردن به این راحتی نی؟ مرضیه کی رفت شیراز بچه آورد که من نفهمیدم؟ دیروز یه بچه خوشگلی هم هست با خدا، یه سبد هم دستش بود، دست بچه نه دست خودش بود، شبیه این سبد ما. قنبر برو یه خربوزه سوا کن از تو انبار. بودو خربوزه. خربوزه سبد ما دست مرزی چکار میکرد؟ قنبر نگاه درست حرف بزن ببینم اون بچه که دیدی بچه ما بود یا نبود. اه 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 اصلا حواسم به بچه نرم، سبد حواسم رو پرت کرد بچه خودم ندیدم. ای مادر بیکار بودی، من زاهدی افتادم زیر دست این خونی. ای خدا چرا من مرگ نمیدی؟ باز خوب جای دوری نرفته، بچه دست مرزی است. آره دیگه نامه‌نگاری ها انجام شد، مراحل اداری سختی هم داشت. سخت بود؟ سخت، همه رو گذروندیم، خیلی هم سخت میگرفتن. خلاصه که فعلا موقتاً بچه رو دادم به موقت. کدوم احسان جان؟ تموم شد دیگه، یه دخترمونه، بچه مونه. حالا برو بچه رو بیار ببینم. چشم. مبارکا باشه قدم نورسیده. مبارک. آقا ما رفتیم خونه به سلام گفتیم مرضیه و احسان بچه آوردن، چادرش رو پس کمرش. آقا من میخوام بچه رو ببینم. من بچه رو میخوام به بچه سنم. مرضیه یعنی بچه سنم محسوب میشه یه جوری دیگه. مبارک باشه کلا. همه جان. آی ای جان بده من بچه رو. یه دقیقه مامان یه دیگه سلام کلتر بچه‌ها شما بسس نشو بده من بچه‌ره نگاش خوش نه 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 مراد یه دقیقه من یه دقیقه من نظرش عزیزم بگیرش بچه‌ها بدهش به من این نو گلمو بده به ما ببینیمش یا بغل بابا کجا بودی بابا عموجو میترسه قنبر تو صورت بچه سوزه نخوردش رو تو ببرم حواسم این همه سنمشه این لباس این همه سنمش قنچه بید بابا چه چون ربطی داریم بچه شیرازی ها کار خداست تا خدا نخواد برگ از درخت نگیره گریه میکنه بده آرومش کنم بده آرومش کنم میاد تو بغل مادرش قشنگ آروم میشه من برم بخوابونم بدهش همه سنم شیرش بده چی؟ سنم بابا چه شدت؟ تفلکت کو؟ تفلکت کو؟ والا آدم نمیدونه به چه ساز خانم برقصه، نه به اون موقع که بچه نمیخواستی نه به الان. قنبر چرا نذاشتی من بچه‌مو بغل بگیرم یه دقیقه؟ به من چه مربوطه؟ یادت نیست خودت بچه رو پس میزدی؟ معذرت میخوام معذرت میخوام ننه من بود لیوان لیوان جوشونده اسفند و کوفت و زهرمار و زعفرون میخواد که بچه بیفته معذرت میخوام معذرت میخوام من بودم نردبومو میگرفتم میرفتم بالای پشت بوم خودمو بندازم که بچه بیفته ها صدات سر من بلند نکن قنبر همش از همون اول تقصیر توه عمو قنبر بچه ها در کجا هستن چه میدونم
رفتن توی ده یه چرخی. اگه بدونی مقبوله، بچه‌م این قرص ما همین دم دستم بود تا اومدم بغلش بگیرم این در به در مرده نزد. آی سنم، سنم من، من وقتی این بچه رو بغل کردم همین جور نگاه کردم دیدم سه تا بچه‌ها یه طرف این یه طرف. نگاه منه پوز میده این. جگر خون نباش ننه احمد جان. سبا صبح زود برو خانه مرضیه، برش یک دبه شیر ببر تفلک و خوب سهل کن. مرضیه زن پاک و مقبولیست، برو خدا رو شکر کن دختره که دست مرضیه است. حالا چی میشه اگه ما نگهش داریم؟ ای بیداره، اونا اگه پدر مادر بودن که سر راه نمیذاشتنش. اینا جواب دعای منه احسان جان، خدا قهرش میگیره. اصلا برای چی گذاشتنش سر راه؟ نکنه این بچه نامشروعه. اگه هزار تا ماجرای خلاف و غیر قانونی پشت این بچه باشه چی؟ مرسی، من میترسم آخرش شرش یقه ما رو هم بگیر، میفهمی؟ ما اگه میخواستیم روزه شکدار بگیریم که تا حالا صبر نمیکردیم که. من نمیخوام به درد سر بیفتم، میفهمی؟ میترسم. یکی دو ساعته پیش یکی اومده و دنبال بچه میگشت. خدایا کی بود؟ کی؟ خوب حواستو جمع کن ببین کی بود سیف الله. من حواس ندارم جمع کنم که. خب هر کی بود حتما بازم میاد سراغ بچه. بگی اگه صاحبش اومد بده بهش، سیره حسابی شیر خورده. بگو بیان برق اینجا رو درست کنن یه هفته قطعه. سیف الله این کنترل برق کجاست؟ همون پشت در حاجی. خدا خیرت بده حاجی، اینجا را تاریکی در آوردی. اینم برق سیف الله، دیگه چی میخوای؟ هیچی حاجی، فقط این حقوق ما رو ببخشید. خیلی حاجی به روی چشم بشوره بین درسته. دست درد نکنه، درست حاجی. این نور، اینم حقوق نور علی نور شدی. برو از اونو پرشون، ما هم رفتیم. خداحافظ. بر منکرش لعنت. جان سنم جان خوبیت نداره صبح زود داریم میریم در خونه مردم. کجا صبح زوده؟ هشت صبح لنگ زوره. میگه صبح زود هشت و دوازده. فرضیه؟ صبح شد. سلام علیک حالت خوبه؟ هم میزنم. از مرد جماعت بیخیالتر خودشه. بذار من این بچه رو پیدا کنم. من میدونم با این شوهر مرضیه. آدم بچه رو میده دست این سیف الله. چه سیف الله آدم آخه؟ آی سنم، سنم، سنم بابا ها. این همه هرس و جوش نخور، شیرت خوش میشه، بچه باید چیر بدی ها؟ کدوم بچه؟ تو حرف نزن، من حساب تو رو بعدم میرسم. چه حسابی؟ با اون همه لنگ دمپایی که سر کله من پرت کردی دیگه هرچی خورده حساب بود تصویهش داد دیگه. خوب کردم، هیچ هم تصویه نشد. میگم سنما رفتیم اونجا نگی بچه‌م رو بدین ها، آبرو ریزیه. میگم بچه‌شون رو گذاشتن سر راه. بیا پای صداته. حرف نمیزنی تو هم برام. سیف الله. سلام امو سنم. علیک سلام. سیف الله این چیه دستت بچه دار شدی؟ نه بابا، اما قمر اینو دیشب یکی آورد اینجا، نمیدونم کی بود. خدایا کی؟ حالا هر کی، تو که بچه نگهدار نیستی، بده من بچه ره. خدا خیرت بده امو سنم. بده من. شهربانو. شهربانو چیه دستت از کجا آوردی؟ این بچه سلام. خدا تا رو رسو این بچه رو گذاشتن سر راه. گشتش شیر بده بزه سیر شد. یه چقدر شلوغه ماشالله. دیشب تا صبح بیتابی کرده نخوابیده. گست نشه شبتر کتل شبتر. گفتم کار خودته، بچه زیاد داری ماشالله واردی. نزن نزن بچه رو بده من. چرا بدم به تو؟ خب تو این همه بچه داری خسته میشی، میگم اینه بده من ببرم. نه تو خیلی وقت بچه بزرگ نکردی، این کارا راست کار منه. دیدم آره، شیشه پسونا که از دهن اون در آوردی گذاشتی تو دهن این، بده میکشی بچه. آدم باید خاکی باشه اما سنم. تو بچه خودت خاکی بزرگ کن، نمیخواد بچه من چی؟ بچه مردم خاکی. بده من ببینم. نه تا نفهمم پدر مادر کی هن و چرا گذاشتن این سره را، اینه دست هیچ کی نمیدم. تو خودت بارداری. خب تو باردارم، خدا داده. شربانو بچه رو بده من، برای خودت درد سر درست نکن، بدش من. سنم از تو گذشته بچه تر خوش کنی، ولی ما از بچه سیرمونی ندارم، هرچی هم بیشتر بهتر.
شهربانو ها همسرم جان یه علی رضا رو میفرستم یه دبه شیر بهش بده قربون دستت به قزنفر بگو یه گاو هلندی برات بگیره تو کارت باید دبه شیر راه نمیفته که خوب بهش گفتم نه دیگه کونت هم عوض کردم آره بیا اینو بخور بیا یه ببر باش بازی کن فقط مواظب باش گردنشو نشکنی بیا بگیر تو هم بیا ببینم خیس کردی یا نه ماما بابا اومد سلام علیکم سلام بابا سلام علیکم ای الهی برگشتی خیلی شکرم قزنفر چون اینجوری نکن بابا ببین اینجا کم بابا گرم شه قزنفر این دفعه دست پر اومدی دیگه تو مگه دست خالی موندی تا حالا یارانات که هست برم برات چایی بیارم برو بیا بابا تعذیت نکن چه زیادی شما اصلا ببینم نکن بابا بادو بیا تو ببینم بادو بیا تو شعبانو بله که یکیش اضافه است یکی تو را داریم قسم با اون که میشه نه تا حق باز اینو سر را گذاشته بودم دلم سوپرش داشتم آوردمش خونه بی انصافا این یارانه داره خیلی هم خوش قدمه چطور؟ آخه هم تو برگشتی خونه همین که یارانه ها رو ریختم بس دم هرچی بچه از گرم خبرش یه در رو نمیتونه ما کنه بابا چی شده؟ چی شده بابا؟ چی شده بابا؟ خوب نیست همش دلش میخواد یکی رو با دمپایی بزن تو به من دهنته که هرچی میکشم از دست تو میکشم الانم من دم دستشم به من گیر میده بگو مقبوله یه آبغم بده برای من هیچی نیاد هیچی نمیتونم بخورم حالا نه یه مقبوله یه آبغم بهش بده خب چی شده چرا نمیگی چته مادر من میدونم مامان جون چی شده چشه خب بگو ببینیم چه شده خب مادره حق داره نگران بچهش بشه بچه خانم دکتر بچه کدومه بابا هممون خدا رو شکر بزرگ شدیم سرمو رو گنده کنار شما نه نگران دخترشه دخترش الهی من قربونت برم چرا به ما نگفتی بچه دار شدی چرا بارداری تو از ما قایم کردی باردار چیه تینا چی میگی آقا جون چیه کدوم بچه بابا هم که دیروز گذاشته بودن این چاله در یعنی آقا جون داشتی برای ما تئاتر بازی میکردی بابا همش فیلم بوده آره عروس گلم راست میگه اون بچه مال ماست ببخشید میگم چقدر حالتای بچه شبیه بابا قنبر بود به خود حالتش نبود ای من تو رو سر تخته ببینم که این تو بخویت سب کنیم ببینم آقا جون شما که چیه پول داشتم رفتم عمل کردم تو بخند آره تو بخند پیمان تو هم خجالت نکش سنم بابا کار بد من طول میکشم نه چرا اگر من تو رو زنده بزن باش تو اگر راست میگی باش همون تو باید بمونی آخه پدر من شما فکر آبروی خودتو نمی کنی؟ رفته زمین پایندر فروخته خرج عمل بی صاحبش کرد ای خدا چرا منه نمی کشی از دست این راه میگم که ایشالله مبارک باشه ولی آقا من واقعا به مامان بابام چی بگم بفرم آخه این چه کاری بود شما کردی آقا جون به خدا از شما گذشته مگه خلاف شرع کردم حلال کن هزار کن آقا جون هزار کن یعنی چی آخه الان وقت این کارا پس کی وقتشه دو روز دیگه پیر میشم از عهدش بر نمیام این حالش هست که فکر میکنه 18 سالشه این کفر منه در میاره من اصلا نمیفهمم اصلا به کسی چه ربطی داره به ما چه آقا بچه میخواستن بچه دار شدن مگه نون آبش و ماها میخوایم بدیم خیر پیمان یه چیزی میگی ها فکر کردی اینجا هم تهرانه بابا چششون تو چش مردمه میفهمی آبرو یعنی چی برادر من آخه چه ربطی داره مگه اینجا و تهران داره بعدش هم من اسم اینو نمیذارم آبرو من به میگم تعصب احمقانه ای باریک الله بابا تو شیرم حلاله آقا جون نون دیگه شیر که شیری که مادرت داده نوشیدی نونش من دادم بابا ای بابا بس کنی دیگه الان بدتر از بچه دار شدن اینا گم شدن بچه است اگه بفهمم بچه رو گذاشیم دم در سعید سیبیل اومده برده که به ریش اون میخندن آخه گم شدن بچه آقا کی میخواد خواهرشو عرضه کنه اینه ببین حالا
ای حالا دیگه تو هم زهره. الان مامان جون بچه کجاست؟ خونه شهربانو. شهربانو زن غضنفر؟ آره بابا. خب میگرفتین ازش؟ میگرفتیم. میگفتم نو ما این بچه رو قایم کردم، حالا این بچه مال منه، باورش میشد؟ نمیخوام تامه آشغال میبندی به خیک من. نمیخوام. بابا شوی شهربانو که از سفر برگشته. خب همراه یه گپی بزنید. بلکه تفرک رو پس بده. برگشتین تن لش؟ غضنفر برگشته؟ خب پس خیلی خوبه. سلام، خیلی خوبه. چیش خوبه که غضنفر برگشت؟ غضنفر رفیقمه. اینقدی بوده من بزرگش کردم تا اون یک کپه کوفتی این همین باباتون. شهربانو رو این بدبخت کرد. غضنفر خودش خوبه، دور و بریاش بده. پاشو بریم تا نکشته بچه‌ره. پاشو. بریم. نگران نباش. اون از من حرف شنوی داره. ببین اون کیه که از این حرف شنوی داره؟ برو اونور. بذار ما هم بیایم باباتون دیگه. با خیالات در می‌داره یاروره. بیا چیکار کنید ها؟ خیلی یعنی 20 سال خیلی مخلصم به خدا. خیلی آقای خاک زیر پاتم. یعنی لنگش نیست این دایی غنبر. چرا شما که باشی تنها نیست، لنگش هست. نه یه چیز دیگه است خداییش. آره خدا پیغمبری، این یه چیز دیگه است. از بهترین مردای روزگاره، یعنی با کمالات، با فهم، دانشمنده. از اول اینطوری بوده، نه که بخواد الان اینطوری باشه. به دیوار نگاه میکنه میدونه اون بر دیوار چه خبره. خداییش نیست لنگش، نه یافریده مثلت خدا. خدا رو شکر، خدا رو شکر. سرت سر دیگه اصلا یادت رفت به کل برای چی اومده بودیم ما؟ آخه اینقدر آقا غضنفر خوب صحبت میکنه، حرفاش پر تخمه، پر مغزه، قیمتیه. خب بگو دیگه. غضنفر جان یه بچه ای رو سیف الله داده بود به شهربانو آورد خونه. آه ماشاءالله چقدر نازنینه، قندونیه واسه خودش، خوش قدم. آره میگم این عمه سنمت خونه تنهاست، بچه ها گذاشتن رفتن. دوروبر شما که ماشاءالله پر از بچه هست. این بچه رو یه دو سه روزی بدیم ما ببریم سنم تنها نباشه، بعدش برش میگردونیم تا صاحبش پیدا بشه. پس میدیم. بعد پسش میده. والا من ازش خبر ندارم، یعنی از وقتی که پاشورم ندیدمش. دقیقه باشتا ببینم. اسخر های اسخر، جمشید های جمشید، سیامک خب خبره؟ چرا خود شهربانو رو صدا نمیزنی؟ خب دارم صداش میکنم دیگه عمه سنم. خونه آی خونه. غضنفر وله. این بچه که سیف الله بداد کو کجا انداختیش؟ دست خودت بود، خودت داشتی باش بازی میکردی. وای بچه مگه اسباب بازیه؟ نمیدونی چه جیگری آخه. حالا کو کجاست؟ این گمونم رفته با بچه ها بازی کنه. رفته؟ بچه دو روزه چطور؟ خدا مرگ منه بده. آره بچه ها باش بازی میکنن. من نمیدونم چطور تا میگن جمعیت بعد زیاد چه، هم اول تو این شهربانو باید دست به کار بشی. بچه خیلی باحاله، بعد یارانه هم داره. ایوالا غضنفر ما میتوانیم. اینا هاشون. بچه اون تو بود؟ بچه بودو بودو خبر بگیرشون. بریم از این ور جلو شد. بیا بیا همونجا بایست. بیا بگی جلو شد، بگی جلو شد. برو عقبشون خبر بچه هم دیگه. بادو بچه‌ره. بالاخره افتادی تو دام ها؟ بابا 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 بریم بریم خونتون. بچه ها بیاییم بریم در خونم بازیم. برید ببینم. به دشمن؟ آی سنم سنم بابا بیا اینم دخترت. مادر تو رو بگرده. اینم گریه کنه. بابا بدش بغل خودم. بابا 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 یوسف گم گشته باز آید بگرد. ای بچه بچه رو برده. دختر بچه رو بگیر مادر. برو دنبالش بچه رو آفار بگیر من مادر. بچه 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 بچه
خدا چه خاکی تو سرم بریزم من. نره من شما یه ذره آروم باش، صبوری کن، ایشالله پیدا میشه. پیدا میشه؟ بچم جلو چشمم آب رودخونه برد، مگه من دیگه اون طفل معصوم میبینم؟ حالا شاید بابا پیداش کرد ماما. بابات پیدا کنه، بابات خودش گم نکنه، بچه منو نمیتونه پیدا کنه. پیداش نکرد. ماما من نگاه کن، همه بچه ها وقتی به دنیا میان بلدن شنا کنن. خیالت راحت باشه زهره. اصلا نگه ها، من میگم بلد باشن، تلویزیون نشون میده. یه دقیقه صبر کن، الان بابا جی اینو از کجا پیدا کردی؟ تو رودخونه بود؟ یه 70-80 متر اون طرف ده. خیلی خوب دیگه، اصلا ایشالله یکی این بچه رو برداشته با خودش برده خونش، اینقدر فکر بد نداره که. ای تصدقت عروس گلم، چرا من به این فکر نکرده بودم؟ تو مگه فکرم میکنی؟ تو همش یه کاری میکنی و هر دقیقه بدبخت داشته. بیا حالشو ببر آقا جون، حالشو ببر. تو خدا این کارا رو مگه نمیبینی حال مامانو؟ تو این کارا بلند شیم خودمون بریم دنبال بچه. بریم آقا، بریم آقا، بریم. آقا منم میام. سلام جون، منم برم کمکشان کنم، شاید طفلک رو پیدا کردیم. ها بیا. ای خدا تو من نعمت دادی، من قدر ندونستم، منو ببخش. ای خدا بچه‌مو سپردم به خودت. تو فقط یک کلون برو پشت بلنگو اعلام کن یه بچه گم شده، هر کی پیدا کرده بیاره تحویل بده. تمام. خب اصلا معلوم نیست بچه کی بوده، صاحبش کیه، قضیه چیه؟ آقا من نمیگم، من مسئولیت دارم. آقا شما با این کارا چی کار داری؟ برو اعلام کن. سر این داد نزن، نمیدونی این قشیه؟ سیف الله الان قش کرد. قشش اینجوریه دیگه. بخن آقا جون، بعد قش کرد. سیف الله بچه کو؟ بچه چیه؟ دو کلون برو پشت بلنگو اعلام کن یه بچه گم شده، هر کی پیدا کرده بیاره نشون بده. برو. درد میکنه؟ نه خوبم. میخوای من بگم حالت ناخوشه؟ نه عموغنبر، خودم میگم. من میگم حالت ناخوشه؟ عموغنبر مسئولیت داره برای من، خودم میگم. میکروفون من روشن کن من بگم. عموغنبر صدای شما رو بشنوم، برای من مسئولیت داره، خودم بگو، میگم. بگو بچه رو آب برد. بگو. 1-2-3 توجه اهالی محترم، توجه فرمایید. آب بگو. توجه فرمایید، یک عدد بچه که صاحبش معلوم نیست کیه، نوزاد آب برده. نوزاد. اون وقت از هر فرد محترمی که نوزاد تازه رسیده رو پیدا کنه میخواییم که بیاره تحویل مسجد بده. اون وقت از والدین محترم بچه که معلوم نیست کیه، حتما مشلوق بگیره. اون وقت بکنیم بچه خودتونه همدردی کنین لطفا. اما قمر خاموش دیگه. خاموشه. خواهی کاری داشت گفتنش؟ گفتم دیگه. اوه نشمت هم که اومد، چاره شدیم، خدا به دادمون برسه. بگو ببینم، کی به شما گفته سر خود بری پشت بلنگوی مسجد اعلامیه بگی؟ اسمش چی بود؟ نمیدونم والا حشمت جان. کی بود؟ احسان بود، شهر بود، بلکم سعی سبیل بود شاید. درست حرف بزن سیف الله، بهت میگم کی بود، میگی یا نه؟ بابا این باز قشیه. حشمت تو که میدونی این قشیه، چرا داد میزنی سرش؟ خب به اوشش بیاد. این کرده آقا جو. چی؟ این چی توضیح میدم. دیگه چه فرقی میکنه کی بهش گفته؟ حالا یکی گفته اینم اعلام کرده دیگه. حتما فرق میکنه دیگه. به هوشش بیاری. پس بچه کیه که گم شده؟ صاحبش کجاست؟ خیلی خوب. بچه کو؟ بگو ببینم کی بود؟ ها؟ گفتم کی بود؟ بچه منه. بچه که گم شده مال منه. آبجی سنم، چی داری میگی؟ بچه خودم. جیگر گوشم. من از مردم قایمش کردم، تو خونه موندم، نذاشتم کسی بفهمه خدا به من بچه داده. بی خود و بی جهت نعمت خدا رو پنهون کردم. خدا بگذره از سر تقصیرات من.
بچه‌مو پیدا کنی، بچه‌مو بهم برگردونی. قمر قضیه چی؟ آره دایی جان، خدا به سنم جون یه دختر داده، مردم خواهش میکنم بچه‌شون رو پیدا کنیم، به خدا ثواب داره. یه لحظه صبر کنیم ببینم. شرفی بفهم قربان. مراقب چشم قربان. آبجی این بچه توه؟ بچه من شعرم که ناز این بچه. راستش از وقتی که بغلش کردم دل من لرزید. این خواهرزاده منه، دختر سنم. چقدرم که قشنگه. خواهر من آدم نعمت خدا رو که پنهون نمی کنه. مبارک باشه. آفرین، به سلامتیش دست بزنیم. هم برای قنبر. من الان یک ساله دارم به همتون میگم ما میتوانیم، ولی کسی گوشش بده کار نیست. ای والا قنبر، آفرین. اگه دوست دارین دهتون شهر بشه شما هم باید دست به کار بشین. خب من دیگه بیش از این چیکار کنم قنبر؟ من چه میدونم؟ من تا اونجا که در دستم بود انجام دادم، همه کارا رو که من نبودم. خیلی خوب دیگه قمر، سخنرانی بسته. بفرمایید برید سر خونه زندگیاتون. بفرمایید متفرق شید. بفرمایید آقا رسول متفرق. بفرمایید علی آقا متفرق. خیلی زحمت کشید. بفرمایید خیلی زحمت. بفرمایید عمه جان خیلی خوش آمدید. خوش به حال خدای دختر خوش قدم بهت داره. ان شاء الله دامن تو سبز میشه مرضیه جان. دارم میگم که خوش قدمه. رفتم آزمایشگاه جواب آزمایشم رو گرفتم. یه چند روزی بود این حالم بد میشه. ای الهی صد هزار مرتبه شکر به خدا رو بگویم. به سلامتی مبارکا باشه ان شاء الله. مادر تو گفتم فرشاری میگفتی نه. مادر من رو بگردم. نه من بقید هیچ که نمیدم. بقید از من دور بوده که بقید هیچ که مادر تو رو بگردم. من مادر تو رو بگردم. این بچه چی شد؟ قمر سلام. سلام علیکم. نمیای بریم شهر؟ شهر چه خبره؟ رئیس جمهور آقای روحانی داره بیاد. بیا بریم شهر. به سلامتی زن، به نظرت منم با اینا برم شهر؟ تو شهر بری چه کار کنی؟ برم ببینم بالاخره تکلیف چیه، چی کار باید بکنیم. میخوای بری برو. برم آقا مصطفی برو. قمبر مراقب باش بلا ملای سر خودت نیاری دوباره. نه حواسم هست. حواست باشه کاری حواست. دست خودت نگی قمبر. خدافز آقا جون. خدافز آقا جون. آقا جون خدافز. خدافز. مصطفی وایسا. یه دقیقه وایسین من. بیا دیر شد همون قنبه. رئیس جمهور اومد داره خدا. بیا دیر شد. الان همون قنبه بیا دیر تو رو خوران چیکار میکنی؟ بیا دیر شد. موسیقی